دولت آمریکا روز دوشنبه با تاکید بر حمایت قاطع از دفاع اسرائیل از تمامیت ارضی و جان شهروندانش اعلام کرد از اسرائیل مصرانه خواسته در مورد تشدید تنش با حزب الله مورد حمایت ایران صبورانه عمل کند. اسرائیل گفته در حال ارزیابی نوع پاسخ خود به حمله موشکی حزب الله لبنان است که منجر به کشته شدن 12 کودک و نوجوان در بلندی‌های جولان تحت کنترل اسرائیل شد. برای جزئیات بیشتر همکارم فرهاد پولادی از کاخ سفید با ماست. فرهاد، تلاش‌های دولت بایدن برای مهار این درگیری در محدوده باریکه غزه و صرفاً بین اسرائیل و حماس تا کنون با چالش‌های بزرگی روبرو شده. واشنگتن در این زمینه چه اقداماتی در دست اجرا داره؟ خب آریان، جدیدترین چالش تقریبا میشه گفتش که یک ساعت و نیم پیش منتشر شد و اون اینی که اسرائیل اعلام کرد که ارتش اسرائیل یکی از فرماندهان حزب الله لبنان، یکی از مشاورین نظامی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان رو در منطقه ضاحیه که جنوب بیروت حساب میشه مورد هدف قرار داده. الان اخبار زد و نقیزی از اونجا بیرون میاد که بعضیا میگن که حمله موفقیت آمیز بوده و این فرد کشته شده، ولی برخی از خبرگزاری ها مدعی هستن که خیر، کشته نشده بلکه جراحت زیادی برداشته و هنوز هم زنده هستش. فعلا این خبر جدیدترین هستش در رابطه با واکنش اسرائیل به اون حمله‌ای که چند روز پیش رخ داد در مجدل شمس که موجب کشته شدن 12 کودک و نوجوان شد. و اما برگردیم به پاسخ به سوالی که پرسیدی، آمریکا مصرانه و به عبارت دیگه مشتاقانه میخواد که این برنامه، این دامنه جنگی که الان محدودش فقط غزه هستش، گسترش پیدا نکنه به شمال اسرائیل یا همون جنوب لبنان که حزب الله لبنان مورد حمایت ایران حضور دارن کشیده نشه و حتی گسترده‌تر در تمام منطقه نشه. دیروز جان کرمی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حوزه ارتباطات در واکنشی که نسبت به این حمله داشت گفتش که این حمله رو مقصرش رو حزب الله لبنان دونست و این صحبت‌ها رو داشت. ما حمله هولناک آخر این هفته در مجدل شمس را که منجر به کشته شدن تعدادی از کودکان و نوجوانانی که فوتبال بازی می‌کردن کاملا محکوم می‌کنیم. این حمله توسط حزب الله لبنان انجام شد. علی‌رغم انکار آنها، این موشک آنها بود که از منطقه‌ای پرتاب شد که تحت کنترل آنها بود. ما در گفتگوهای مستمر با همتایان اسرائیلی و دولت لبنان هستیم و ایالات متحده به حمایت از آنها برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک در امتداد منطقه حائل میان لبنان و اسرائیل و پایان دادن به این حملات وحشتناک برای همیشه ادامه خواهند داد. همچنین ما میکوشیم که شهروندان اسرائیلی و لبنانی در دو طرف مرز بتوانند به سلامت به خانه خود برگردند. حمایت ما از امنیت اسرائیل همچنان استوار است و در برابر تمام تهدیدات مورد حمایت ایران از جمله تهدیدات حزب الله تزلزل ناپذیر است. از هیچ کشوری نمیتوان انتظار داشت که تهدیدات شدیدی را که اسرائیلی ها با آن مواجه هستند تحمل کنند. در عین حال ما معتقدیم که هنوز زمان و فضا برای راه حل دیپلماتیک وجود دارد. خب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که هفته پیش همینجا در کاخ سفید و در کنگره آمریکا حضور داشت و با مقامات آمریکایی در حال مشورت بود، سفرش آمریکا ناتمام گذاشت و زودتر برگشت. دیروز خودش رسون به مجدل شمس در منطقه‌ای که در همون بلندی‌های جولان هستش و حاضر شد و اونجا وعده دادش که حتما نیروی نظامی اسرائیل پاسخ حزب الله رو خواهد داد. حزب الله بگیبو ایران، حزب الله با حمایت تهران یک موشک ایرانی را به اینجا پرتاب کرد که جان 12 جوان و کودک پاک رو گرفت. 12 دختر و پسر که اینجا فوتبال بازی میکردن و متاسفانه نتونستن خودشون رو به پناهگاه برسونن. دل من از این مصیبت سنگین خونه. ما با خانواده هایی که دچار رنج وصف ناپذیری هستند همدلیم. این بچه ها بچه های ما هستند، بچه های همه ما هستند. دولت اسرائیل این اتفاق رو نادیده نخواهد گرفت و نمیتونه بگیره. پاسخ ما اتفاق خواهد افتاد و شدید هم خواهد بود.
خب این در منطقه رخ دادش که عمدتاً ساکنین آنها درزی هستند که و در منطقه‌ای هستش که در جنگ 67 از سوریه جدا شد و جزء ملحق به اسرائیل شد. نارضایتی‌هایی هم در اونجا بودش وقتی که آقای نتانیاهو اونجا رفت، از جمله این شهروندی که نسبت به سیاست آقای نتانیاهو در اداره جنگ معترض بود. به نظر من ما به حال خود رها شده ایم. فکر میکنم آقای امنیت یا آقای اقتصاد دیگر با ما نیست. نتانیاهو کشور رو ربوده. ما میجنگیم. بچه های ما در جبهند. اما فرزندان او کجا هستند؟ در میامی در آمریکا. بچه های ما در جبهه هستند. بچه های ما میجنگند. بچه هایش کجا هستند؟ او باید توضیح بدهد. آقای امنیت، امنیت ما کجاست؟ خب رسانه‌های لبنانی میگن که کسی که برگردیم به همون خبری که تازه به دستمون رسید، میگن فردی که اسرائیل به دنبال کشتنش بوده فؤاد شکر هستش که عضو ارشد حزب الله و از مستشارین یا مشاورین نظامی حسن نصرالله رهبر حزب الله هستش. میگم هنوز هم اخبار زد و نقیزی میاد به رغم اینکه ارتش اسرائیل میگه که این هدفگیری هدفمند بوده، ولی تاکنون خبر قطعی از کشته شدن این فرد نیامده. آریان ممنونم. فرهاد پولادی از کاخ سفید با ما.